درود و سلام دارم خدمت بینندگان عزیز هر جایی که هستید. سپاس دارم از تلویزیون ایرانیان کانادا که این فرصت در اختیار من گذاشتن که خدمت شما باشم. از مهمانان فرهیخته دعوت بکنم که اطلاعات خودشون و آگاهی خودشون و دانش خودشون رو با شما شیر بکنن. از جناب مهندس فرزاد در اتاق فرمان سپاس گذارم که به من کمک میکنن این کار به درستی انجام بشه. قبل از اینکه برم به سالن و مهمانان عزیز امروزم خدمت و معرفی بکنم، چند تا خبر کوتاه و طبق معمول به عنوان پیش خبر خدمتتون میگم و بعد از مهمانان خواهش میکنم که اگر نظری دارن راجع به این خبرهای کوچیک با شما شیر بکنن، وگرنه میریم روی مطالب اصلی که برای امروز من تهیه کردم که از میهمانان پرسش بکنم. خبرهای خیلی کوتاهی که دارم این که در ماهشهر عکسای آمد که حدود میلیون ها ماهی تلف شدن، مردن، و این معلوم نیست که این حالا عکسش رو میبینین شما اینجا. البته عکس کاملی که من دیدم از شاید کیلومترها نشون میداد. گفته میشه ممکنه که از طریق زایده های پالایشگاه ها باشه، ولی مطمئن نیستیم. قرار هست که تحقیق بکنند، ولی آیا تحقیقی که میکنن ما نتیجه درستش رو خواهیم گرفت؟ اینقدر همه چیز دروغ گفتن هر روز، ما واقعا نمیدونیم که به کجا خواهیم رسید. قسمت دوم، یک نوزادی دو مرتبه خبر بود که کنار یک سطل آشغال پیدا شده بود. این هر روز در حقیقت تعداد این نوزادها بسیار زیاد هست که مردم کنار سطل آشغال میذارن. من یک گزارشی هست از ایران که چون خبر به اسم و سازمان هست اونو براتون میگم، که البته باور کردنی نیست این تعداد. و اون خبر این که عضو آقای دکتر محمد رضا محبوب، عضو انجمن علمی ارتقای سلامت ایران، آمار تکان دهنده داده و اون اینه که این موضوع مال 6 خرداده. در ایشون میگه ده روز گذشته 5000 نوزاد رو توی کنار خیابون گذاشتن. خیلی هست 5000 تا. حالا ما بعد راجبش با دوستان صحبت میکنیم اینجا که آقای خامنه ای اصرار دارن که نوزاد بیشتر بشه، نفوس زیادتر بشه، ولی ببینیم که چه وضعیتی هست. نکته دیگه مربوط میشه به ستاد مرکزی اربعین که گزارش اومده، این گزارش تایید شده، 150 میلیون بطری آب به زائران اربعین در شلمچه و جاهای دیگه که مرزی هست برای زائران مجانی در اختیارشون گذاشته شده. ما اینو حتما میدونستیم، سالهای گذشته میدونستیم که چه وضعیتی، چه هزینه‌ای رو خرج برای این زائران میذارن که اینا رو به اصطلاح مشغولشون بکنن و یا اینکه تشویقشون بکنن برن به اربعین، برن به کربلا. در حقیقت این یه چیز سیاسی هست، در مقابل مکه میخوان اینو کربلا رو علم بکنن. ولی 150 میلیون بطری یعنی 75 میلیون لیتر آب دارن و مردم ما با سطل و عرشبت که کوزه و اینا میرن جاهای مختلف آب میارن. قسمت آخر که یک ویدیوی هست که راجع به فوتبال دیروز هست، که در این فوتبال از جناب فرزاد خواهش میکنم اگه ممکنه این رو پخش بکنن که بعد از این میریم در سالن و از دوستان پرسش میکنیم. و این مربوط میشه به فوتبال دیروز که خواستن که سلام فرمانده رو بخونن، ولی با مواجه شدن با هو کردن حدود 100 هزار نفر در استادیوم آزادی.
اگر اون ویدیو هست جناب فرزاد اونو خواهش میکنم برای یک دقیقه بیشتر نیست که هم گوش بدیم. اگر نه بله، ما دیدیم که چند تا مسیج بود در اینجا. یکی این که هو کردن، یعنی در حقیقت این بهترین رفراندومی هست که میتونیم داشته باشیم که جمهوری اسلامی رو نمیخوان. حدود 100 هزار نفر اونجا بودن، دیگه حدود 500 تا از خانوم ها رو اجازه داده بودن بیان که به نظر میرسه که بسیار کم بوده، و اینو به خاطر برجام، به خاطر جام جهانی که در امارات خواهد بود این کار کردم و فکر نمی کنم ادامه پیدا خواهد کرد. و دیگر اینکه راجع به ووریا غفوری تظاهرات کردند و شعارهایی رو دادن، همه اینا نشون میده که جمهوری اسلامی واقعا باید هر جور که میتونه از اینجا، از ایران فرار بکنه. بریم به سالن و من وقت مهمانان دیگر رو نگیرم. خانم دکتر حسینی خدمتشون هستیم از لندن، جناب محمد نیکبخت از ایران از اصفهان. به هر دوی میهمانان سلام و درود میگم و با پوزش که ما یه مدار دیر با تاخیر شروع کردیم، میخواستم که راجع به این چند تا کلیپی که گذاشتیم و مطالبی که گفتم از شما سوال بکنم. خانم دکتر حسینی، با ضمن خوش آمد دوباره، نظر شما رو میخواستم داشته باشم از هر کدوم از این برنامه، از این نکاتی که مطرح شد، که بعد میریم به چند تا مسئله خیلی خیلی مهم که این در هفته گذشته گذشت. بفرمایید، خواهش میکنم. من ابتدا سلام دارم حضور شما و آقای نیکبخت عزیز، بسیار خوشحالم در کنار ایشون هستم و باعث افتخار من هست. شاید میتونم بگم در مورد یک موضوع صحبت بکنم، بقیه مسئله بذارم برای ایشون. شما این ویدیو رو نشون دادید، از دیروز تا باهاش باور کنید که من شاید 10 بار این ویدیو رو دیدم و در سوشال میدیا هم نوشتم. من هم لذت بردم و هم گریستم، به دلیل اینکه مردم ایران نشون دادن که این در واقع جوانای ما نشون دادن که آینه تمام قد مردم در داخل هستن. هرچی جمهوری اسلامی تلاش میکنه جلوی این خواسته و مطالباتشون رو بگیره، عملا نمیتونه. ببینید، شما توضیح دادید که فیفا فشار آورد به جمهوری اسلامی، که البته ببخشید میگم جمهوری اسلامی، باید بگم حکومت اسلامی، که دخترها رو توی استادیوم‌های ورزشی راه بدن. و همونطوری که شما گفتید، با توجه به مسابقاتی که در قطر در همین آینده نزدیک وجود داره، فشار خارجی باعث شد که اینها به 500 خانم اجازه بدن که به استادیوم برن. خب اینا چیکار کردن؟ اولا شعار دختر آبی رو دادن، سحر خدایانی که خودسوزی کرد، و همه لباس به اصطلاح نشونه های آبی در دستشون، یا پرچم یا لباس یا روسری هرچی. و بعدش هم شعاری که دادن در مورد ووریا غفوری بود، در واقع کاپیتان تیم استقلال، با توجه به اینکه از حجاب و از حقوق زنان دفاع کرده بود و در واقع نه به حجاب اجباری رو تایید کرده بود، خب این باعث شد که جایگاهش رو در تیم استقلال از دست بده. و خب این باعث ناراحتی مردم شد، چون ولیا غفوری یک قهرمان و یک ورزشکار محبوب مردمی است، و به درستی گفتن که حرف تو حرف ملت است. از طرف دیگه ما دیدیم
البته دیگه نمیرم تو جزئیات این که چه امکاناتی گذاشته بودن برای اینکه این دخترها و پسرها رو از هم جدا بکنن. خانم انسیه خزعلی تعریف میکرد از این همه وقتی که گذاشتن، امکاناتی که گذاشتن که نمیدونم دخترها از پسرها دور باشن، صداشون به گوش اونا نرسه، نمیدونم امکانات دستشویی جداست، خودشونم رفتن اونجا رو بازدید کردن، اینقدر اینا ببخشید بیشعور هستن، این همه وقت میذارن برای اینکه جوانهای ما رو از هم جدا بکنن، نمیرن به فکر مسائل اساسی باشن و به جای کیسه آب که برای مردم بلوچستان میبرن به مسائل مشکلات اقتصادی، مشکلات سیاسی و بقیه مسائل مردم فکر بکنن. حالا یه گوشه گذاشتن برای خانم ها که بتونن این مسابقات فوتبال رو در قطر انجام بدن. خب از اون طرف هم که دیدیم جوونا چیکار کردن با سلام فرمانده که تفلکی اون بچه هایی که اومدن و اونو خوندن و در وسط مجبور شدن قطع بکنن، خب با صدای بلند هو کردن، تمام جمعیت سلام فرمانده رو هو کرد. به قول شما چه به اصطلاح رفراندومی بهتر از این که 100,000 نفر در اون استادیوم شرکت بکنن و با صدای بلند رهبر جمهوری اسلامی رو در واقع هو بکنن و بعد از اونم دوباره از وریا قفوری یاد بکنن. بنابراین صحبتمو اینطوری جمع‌بندی میکنم که تغییرات اجتماعی در کشور ما دو بال داره، یک بالش زنان هستند، یک بالش هم جوانان هستند و در استادیوم ورزشی دیروز این دو بال به راحتی پرواز کرد و یک دنیا امید در دل من ایجاد کرد. ممنونم از شما. خیلی خوشحالم جناب دکتر حسینی. جناب نیکبخت، از شما بشنویم، شما از این کلیپ هایی که من گذاشتم چه نظری دارین که بشنویم و بعد بریم به صحبت های دیگه ای که از شما عزیزان دارم. درود بیکران بر شما جناب افشینجم عزیز و گرانقدر، همچنین بر جناب دکتر حسینی عزیز و بزرگوار و صمیمانه ترین درود های من تقدیم به مردم ایران در هر کجای جهان که هستن. من همونجور که معرفی کردید از اصفهان در خدمتتون هستم. در رابطه با کلیپ ها، خب خانم دکتر حسینی توضیحات خیلی خوبی دادن در خصوص آنچه اتفاق افتاد در ورزشگاه آزادی و من فقط یه نکته ای رو تاکید کنم، ترس ولی فقیه از این که یه محرومیتی از طرف فیفا اعلام بشه برای فوتبال ایران باعث این اجازه در واقع مذبوحانه شد که 500 نفر از بانوان ما رو اجازه بدن که در استادیوم حضور داشته باشه. بسیار بسیار نگران هستن و میترسن که اگر بانوان نباشن در استادیوم بعد فوتبال با تحریم روبرو بشه و یه مطالبه عمومی ایجاد بشه برای این مسئله و این هراسناک است برای شخص ولی فقیه. منتها خب ما باید بدونیم که باید برابری رو مطالبه کنیم و مادامی که ولی فقیه داشته باشیم اصلا امکان نداره که ما به برابری زن و مرد برسیم و این مشکل اصلی رو باید بشناسیم. مسئله این نیست که امروز در ورزشگاه باز بشه یا نشه، باید تاکتیک های ولی فقیه رو کاملا شناسایی کنیم و بدونیم که قطعا مردم عزیز ما آگاه هستند. در خصوص اون صحنه های تأسف‌باری که از نوزادها پخش شد، متاسفانه بله، من این اخبار رو بیشتر از این که هست، البته نه به اون میزانی که اون مسئول اعلام کرده بود، ولی شاهد هستم که حتی در همین اصفهان خانواده یه دوقلو به دنیا آورده بودن و اینها رو گذاشته بودن برای فروش. این خیلی تأسف باره. دلیل رو پرسیدم، گفتن ما قبلا وضعیت مالی مساعدی داشتیم اما خب این سیاست هایی که اعمال شده توسط حکومت ولی فقیه باعث شده تا ما نتونیم. یه واقعا زن و شوهر متمدن هم هستن، یعنی اینجور نیست که من بخوام اونها رو زیر سوال ببرم و بگم، و حقیقتا درمانده بودن، میگفتن ما نمیتونیم از پس مخارج و هزینه هاشون بر بیم، لااقل بدیم به دو تا خانواده که یا یه خانواده که بتونه از پس این مخارج بر بیاد
و در واقع اون چه که الان ولی فقیه داره اصرار میکنه در خصوص مسئله فرزند آوری به یه روایت، خب به هر حال ما باید جلوگیری کنیم از پیر شدن جامعه، اما امکانات این جوانسازی هم باید فراهم باشه، این که بخوان اونجا بشینن کشور رو چپاول کنن و انتظار داشته باشن که مردم فرزند آوری کنن و جمعیت جوان بمونه، این کار نشدنیست. یعنی با شعار و با به قول معروف انشالله درمانی این کار صورت نمیپذیره. در خصوص اون تصاویری هم که پخش کردید، متاسفانه بحران زیست محیطی سراسر کشور ما رو فرا گرفته و این به دلیل بیکفایتی ولی فقیه هستش. این سیستم ناکار آمده و در قسمت‌های مختلف ما در این فجایع می‌بینیم، از جمله در زمینه آب آشامیدنی که الان در بسیاری از شهرهای کشور ما دچار تنش آبی شدیم. در خدمت شما هستم. بله، خیلی ممنون. راجع به این کودکان که فرمودین، متاسفانه در جای جای ایران این کار داره انجام میشه، مخصوصا در قسمت های فقیرتر جامعه ما، یعنی در قسمت بلوچستان، خراسان جنوبی و جاهای دیگه ما گزارش های زیادی داریم. شما چون در ایران هستیم بهتر این مطالب رو میدونید، که البته راجع به مسائل پولی که اشاره کردین، امیدوارم که فرصت داشته باشیم و حتما خواهیم داشت که راجع به مبارکه اصفهان، فولاد اصفهان صحبت بکنیم، چون شما هم در اونجا هستین، میتونین گزارشات دقیقتری رو علاوه بر اون چیزی که ما از رسانه های مختلف میگیریم داشته باشیم. من فقط برای بینندگان عزیز پیشنهاد میکنم که امروز یک برنامه بود، آقای فلاحتی از صدای آمریکا امروز بود، پیشنهاد میکنم با جزئیات بسیار بسیار حدود 1 ساعت خورده ای راجع بهش صحبت میکنن. من پیشنهاد میکنم که بینندگان حتما این صدای ویدیوی آقای فلاحتی رو از صدای آمریکا بشنوند. بریم به صحبت موضوع دیگه‌ای که من پیش تهیه کردم، یعنی میخواستم راجع به صحبت بکنم. چند روز پیش آقای محمد رضا عالی پیام که به نام حالو گفته میشه، بسیار شاعر فرهیخته است و مبارزات بسیار زیادی علیه جمهوری است. این عکس رو نشون میدیم برای اینکه بینندگان بتونند که اگر حضور ذهن ندارن مشخص بشه. بارها به زندان رفتن و بسیار آدم فرهیخته ای هستند و زحمات زیادی رو کشیدن برای شعر ایران. ایشون یک ویدیویی رو دادن بیرون و در اونجا در حقیقت راجع به مصاحبه شهبانو با رسانه لیبرو مصاحبه کرده بودن. آقای عالی پیام حالو که به اصطلاح این اسم بر خودشون گذاشتن، یه مقدار تمجید بسیار درستی رو از شهبانو کردن که چه خدماتی رو برای مردم ایران، کودکان ایران، فرهنگ ایران انجام دادن. در قسمتی ایشون ایراد گرفتن راجع به اینکه چرا برای مردم و آینده مردم تصمیم ایشون گرفتن، شهبانو تصمیم گرفتن، و در حقیقت یک شاخه‌ای باز کردن و صحبت کردن از ویدیویی که دکتر کمال جعفری یزدی چند روز قبلش بیرون داده بودن از زندان، البته که البته من فکر میکنم اومده بودن برای معالجه و بعد در اون قسمت کوتاهی که در زندان در معالجه بودن مطرح کردن و مطالبی رو از آقای مهدوی فر مطرح کردن. من اینو چرا مطرح میکنم؟ برای اینکه جمهوری اسلامی از این موضوع بسیار استفاده میکنه و ممکنه که نفوذی‌ها هم در این مورد استفاده کردن، کما اینکه آقای عالی پناه پیام ایشون اشاره کردن که افرادی زیر گفتمان نوشته آقای جعفری یزدی
مطالب ناگواری گذاشتن. به عنوان مثال گفتن که زندان گوارای وجودتان، یه همچین پیامی رو گذاشتن. من روی سخنم به آقای عالی پیام هست و اونی که در زیر نوشته های همه ما، من، شما، مهمانان عزیزی که اینجا هستند، همیشه یک افرادی هستند که واقعا قابل کنترل نیستن، هر چی که دلشون میخواد و اسم و رسمی هم ندارن، عکسای قلابی هم میذارن و پیامای بسیار ناگوار میذارن. ما نباید از کوره در بریم و اونو، اون پیامی که این فرد گذاشته، نباید در حقیقت و ربطش بدیم به شهبانو و به خاطر اون از ایشون خورده بگیریم. من واقعا به آزادی سخن اعتقاد دارم، یعنی جزو به اصطلاح عجین شده بعد از 40 خورده ای سال در خارج از کشور زندگی کردم. فقط میخواستم بگم که به گفته خودشون آب در به آسیاب رژیم آخوندی ما نریزیم. آقای کمال جعفری، دکتر کمال جعفری یزدی و آقای مهدوی فر، این دو عزیز در زندان ها سالها در زندان بودن، در جبهه بودن و بسیار واقعا عزیز هستند و اگر آمدن یک مطالبی رو اینطوری گفتن، اونا هم به نظر من نمی باید، از نظر من البته عرض میکنم، این مطالبی رو میگفتن برای اینکه هدف ما، هدف همه ما یک چیز بیشتر نیست و اون سرنگونی جمهوری اسلامی. هر چیزی که من از شما، شما از من ایراد بگیرین، این در حقیقت ثبت میشه برای جمهوری اسلامی، به نفع جمهوری اسلامی و اون نفوذی هایی که بیش از 20,000 نفر هستند هر روز به جاهایی که ما هستیم سر میزنن و مطالبی رو می نویسن که منو علیه شما بکنن، شما رو علیه من بکنن. من فقط خواستم که این بک‌گراند رو خدمتتون بگم و نظرات شما رو داشته باشیم، بینندگان ما این نظرات رو داشته باشن و امیدوارم که این نظرات خوب یا بد، در هر صورت بینندگان ما به ما نظر بدن و این افرادی که خدمتشون اسامیشون رو بردن بتونن که مطالب خودشون رو اگر نیاز داشته باشن بگن، که البته نیاز نیست، برای اینکه گفتن هرچی این لجن و هر چقدر که ما هم بزنیم مشکل تر خواهد بود. خانم دکتر حسینی، نظر شما رو میخواستم. بله آقای افشینجم، شما به یک مشکل و معضل فرهنگی اشاره کردید که متاسفانه دامن خیلی ها رو گرفته، ولی من اینا رو تقسیم بندی میکنم. یک بخشی بابت این کارهایی که میکنن به طور قطعی حقوق میگیرن در کلاب هاوس، در سوشال میدیا و به خصوص همین که یک تغییری در به اصطلاح جنبش اعتراضی مردم به وجود میاد، در اپوزیسیون به وجود میاد، میبینیم ایده‌ای هستن که قلم به دست میگیرن و میان افراد مشخصی رو زیر ضرب میبرن و تخریب شخصیت میکنن. این افراد به طور قطعی نمیتونن صرفا فقط از طرف خودشون باشه، خط میگیرن و خب شما اطلاع دارید که اسامی مستعار استفاده می کنند و متاسفانه در بعضی از رسانه ها همین مقالات بدون اینکه عکس واقعی داشته باشند، بدون اینکه اسم واقعی داشته باشند چاپ میشن، در حالی که ممکنه این اسامی مستعار فقط مال یک نفر باشه. این یکی از مشکلات عمده که ما در اپوزیسیون داریم. هر تغییر مثبتی که وجود بیاد این کارو میکنن. به نظر من در مورد شهبانو فره هم با توجه به این که خدمات زیادی همیشه ایشون در حق مردم ما داشتن و به هر حال بعد از انقلاب اسلامی به عنوان نایب السلطنه ایشون موندن و هر تصمیمی بگیرن، من فکر میکنم که دلشون برای یک کشور میسوزه. من خودم فردی جمهوری خواه هستم، ولی احساس میکنم که وضعیتی که الان در جامعه ما وجود داره، این اختلاف بین جمهوری خواهان و طرفداران مشروطه، حالا نمیگم سلطنت، چون بعضی ها هستن که واقعا اونا هم دست کمی از فایبریا ندارن،
سلطنت طلبایی که فوش میدن، نمیدونم که بارها و بارها آقای رضا پهلوی موضع گرفته در این مورد. خب ما میبینیم که یک مشکلات فرهنگی جدی در این در شرایط حاضر عمل میکنه و ماها رو به جون هم میندازه. و در مورد دوستانی که شما بهشون اشاره کردید، من خودم شخصا نظرم این هستش که دشمن اصلی همه ما جمهوری اسلامی است و تا زمانی که جمهوری اسلامی، حکومت اسلامی، باز اشتباه کردم، حکومت اسلامی وجود داره، ما باید از اون مسائلی که با هم اختلاف نظر داریم و راه‌های متفاوتی برای حل اونها وجود داره امروز از بیانش پرهیز بکنیم. یکی از مسائلی که من خیلی دوست دارم واقعا بخوام از همه کسانی که در شرایط امروز دارن با تمام وجودشون مبارزه میکنن برای براندازی این رژیم، وارد مقوله نوع حکومت نشن، افراد رو تخریب شخصیت نکنن. اینها میذاریم به دست مردم. هر زمان که جمهوری اسلامی رفت، رفراندوم هست، از طریق رفراندوم. و با من اشاره میکنم به دوباره ویدیویی که دیروز در استادیوم ورزشی 100,000 نفری دیدیم. مردم دقیقا میدونن کیو باید انتخاب بکنن، میدونن چجوری باید تصمیم بگیرن، بنابراین نباید الان واهمه داشته باشیم. من شخصا ملاحظه میکنم در این مورد صحبت نمیکنم، وارد این بحث ها نمیشم تا زمانی که جمهوری اسلامی سر کار است. بله کاملا درسته. من چند تا مطلب از مطالبی که شما گفتین خیلی سریع میذارم و اونی که در اون مصاحبه که شهبانو با لیبرو داشتن گفتن اگر که مردم بخوان، و همونطوری که شاهزاده بارها گفته اگر مردم بخوان نوع حکومت، البته شاهزاده گفته من خودم 90% جمهوری خواه هستم حالا و بعدم نمیخوان وارد جرگه بشن، ولی در موردی که مصاحبه که این شعبانی کردن گفتن اگر، این یه اگر بسیار بزرگه، کما اینکه گفتن اگر رژیم عوض بشه من به ایران برمیگردم، خب این یه اگر بزرگه. دیگر این که راجع به سلطنت طلبا هم فحاشی میکنن، این من بارها برای شاهزاده پیغام دادم، الان هم میگم، ایشون گفتن که من چند بار گفتم که این کارا رو نکنین ولی کافی نیست. به نظر من شاهزاده باید خیلی فورسفولی، یعنی با قدرت بگن کسانی که فحاشی میکنن به هر نحوی جزو طرفداران من نیستن، شما اونا رو بیرونشون بکنین، بلاکشون بکنین، هر کاری میخواین بکنین، برای اینکه این لطمه داره میزنه به جنبش و این و کار درستی نیست. و همونطور که شما به درستی اشاره کردین، نوع حکومت دست من و شما و دیگران نیست، نوع حکومت مردم بر اساس رفراندوم روی با دانشی که پیدا خواهند کرد در زمانی که جمهوری اسلامی ساقط بشه، اون موقع است میتونن که تصمیم درست بگیرن با داشتن احزاب یا هر چی دیگه، اون موقع است. در حقیقت هر چی ما الان میگیم به نظر من آب به آسیاب جمهوری اسلامی، جمهوریش رو من بردارم بگم حکومت اسلامی، همونطور که شما اشاره میکنید. جناب نیکبخت گرامی، خیلی سپاسگزارم که شما انقدر صبور بودین و به حرفای من گوش دادین. خواهش میکنم نظرتون رو بدین. بله ببینید، من ابتدا تحسین کنم شهبانو فرح رو به خاطر اینکه ایشون در اون صحبت گفتن که آمادم به ایران برگردم. این آمادگی با توجه به سن و سال ایشون، با توجه به موقعیتی که خب نسبتاً مرفه هست، حالا به هر حال در یه مکانی باید برگرده به ایرانی که توسط ولی فقیه ویران شده، شهامت بیان این مطلب بسیار بسیار اهمیت داره. خب به هر حال باید ما نیمه پر لیوان رو توی این مسائل ببینیم. همیشه افراد وقتی در موقعیت‌های خاص هستن باید علیه ولی فقیه یه چالش رو به راه بندازن. این که ایشون صحبت میکنن و میگن من آماده هستم، این آمادگی ایجاد انگیزه میکنه در جامعه و به نظر من باید ازش استقبال کرد. هم ایشون و هم شاهزاده رضا پهلوی در بین بسیاری از مردم ایران محبوبیت دارن و قابل احترام هستن. اصلا یه نوع نوستالژی نسبت به گذشته در ایران به واسطه عملکرد بسیار بسیار مخرب رژیم ولایت فقیه برقرار شده. وانگهی
ما برگردیم به اون قسمت روزهای پایانی یا قسمت‌های پایانی حکومت شاهنشاهی، پیام محمد رضا شاه رو اونجا که داره اعلام میکنه که من پیام انقلاب شما رو شنیدم. خب این مسئله مهمی است، یعنی وقتی قرار باشه که دیکتاتوری در خون یه شخصی باشه، این پیام رو نمیده، اون فرمان میده دست ببرن به روی ماشه. و اینها رو باید ما در تاریخ مد نظر داشته باشیم. از یه بزنگاه تاریخی رد شدیم، سال 57 اتفاقاتی افتاد و اون اتفاقات متاسفانه امروز گریبانگیر مردم ایران شده. ما در داخل ایران 80 میلیون گروگان ولی فقیه شدیم، چون تصمیمات درستی در سال 57 گرفته نشده. و یکی مثل من الان یه نسل سوخته هستم، من در اون مقطع یک سال سن داشتم. الان ببینید باید چه تاوانی را من بدم، باید بیام جلوی رسانه ها اعلام کنم که آمادم، گردنم آماده است برای طناب دار. برای چی؟ چون ولی فقیه درست زندگی کردن از ما گرفته، فقط تنها امکانی که داره اینه که درست بمیری. این شده همه آرمان و هدف ما. چه اتفاقی افتاد؟ کدام دستاورد حاصل شده؟ پس نباید فوبیا داشته باشیم نسبت به یه وضعیت حکومتی. خب یه دوران حاکمیتی بوده، تمام شده، تا یه جایی رسیده، اما اون قسمت‌های مثبتش رو بگیریم، اینا برای آینده بسیار بسیار مفید و مؤثر هست. و این هم که به هر حال بیاین و در رسانه‌ها شروع کنیم به انجام دعوای، مسئله مردم ایران نیست، در داخل ایران، نه به مسئله مشروطه خواهی، نه جمهوری خواهی، مردم اینا دغدغه‌شون نیست، به اینا فکر نمی کنن. دموکراسی در هر دوتای این سیستم میتونه اتفاق بیفته، دیکتاتوری هم در هر دو نمونه این حکومت ها میتونه اتفاق بیفته. اون چی که مهم هست اینه که ما این جایگاه دیکتاتور آفرین ولی فقیه رو ویران کنیم و اجازه ندیم که دیگه جایگاهی به وجود بیاد که اون جایگاه دیکتاتوری رو پرورش بده. در کدام کلام یا صحبت شهبانو فرح پهلوی یا شاهزاده رضا پهلوی ما داریم که قرار است دیکتاتوری دیگه اعمال بشه؟ این چیز نیست. پس چرا باید قضاوت عجولانه، حملی عجولانه انجام بدیم؟ و این به نظر من خواهش میکنم از تمامی عزیزان، خب ببینید افرادی که نام بردید، آقای مهتابی فر از بهترین دوستان من هست، دکتر کمال از عزیزانی است که من نسبت بهشون ارادت دارم، اصلا زمان این بحثا به نظر من نیست. هر کسی موقعیتی داره برای ضربه زدن به ولی فقیه، ما باید اون موقعیت رو جذب کنیم، باید در تقویتش بکوشیم، نیروها باید یه همگرایی کلی داشته باشن. اینو ما در داخل ایران مطالبه میکنیم، اینو مردم تو داخل ایران از ما میخوان، نه اینکه این دو تا عزیز که حالا من اسم بردم چند نفر. تمام نیروهای اپوزیسیون در این که امروز ما در موقعیتی باشیم که صدامون به دنیا برسه سهیمن، همه کار کردن. تمام این عزیزانی که مجبور شدن، مجبور به ترک وطن شدن و در خارج کشور الان دارن فعالیت میکنن، اینا مسئله اصلیشون وطن هست، شخص نیست. تمام تلاششون رو میکنن که ایران یه ایرانی بمونه که ما بتونیم بهش ببالیم، از دست در دست همدیگه بذاریم. ما باید از تخریب کلا جلوگیری کنیم و بدونیم که خب اینجا اگه ما به هم شروع کردیم حتی که کردن، قند تو دل ولی فقیه آب میشه. باید حالا اون چه که مربوط به سایبری هست که اومدن گفتن یه چنین صحبتی یه چنون صحبتی، حالا من میخوام اینو بگم که به دعای این گربه سیاه هم بارون نمیاد، حالا اون سایبری هم چیزی بنویسه مشکلی پیش نمیاد، بارها و بارها دیدیم و یا شنیدیم. و خواهش میکنم به این مطالب هم توجه نکن. خیلی ممنون. من دو تا نکته خیلی سریع بگم. یکی این که راجع به ترک وطن صحبت کردین، امروز گزارش بود که به خاطر خروج دکتران پزشکان از ایران در قسمت وزارت بهداشت گفته شده که ما داریم فکر میکنیم که پزشکان پاکستانی و هندی وارد بکنیم. این واقعا شرم‌آوره که این همه ما پزشک در خارج از کشور داریم و هر سال حدود 3000 تا پزشک دارن میرن و البته یک مقدار راندخاری و هر شبت که پارتی بازی به اصطلاح و رتبه بندی و طبقه بندی سرداران و اهالی بیت رهبری و توصیه و این چیزها باعث میشه که کسی که اصلا ممکنه سواد هم نداشته باشه بذارنش
دانشکده پزشکی. حالا وارد اون نمیشم و بعدم راجع به جناب دکتر کمال جعفری یزدی فقط اشاره بکنم، یک گمان زنی هست که ممکنه ایشون پس از اینکه از بیمارستان رفتن یا قبل از اون تحت فشار بودن و ممکنه که این موضوع رو به خاطر اینکه بهشون بسیار بسیار فشار بردن، اگر نمی کردن این موضوع رو شاید عملشون نمی کردن یا معالجهشون نمی کردن. خانم دکتر حسینی، شما اگر مطلبی دارین راجع به این موضوع که جناب یک وقت گفتن بفرمایید، اگر نمیریم روی موضوع دیگه ای که من جزء برنامه دارم. من فقط یه اشاره کوتاه بکنم به بعضی از کسانی که غیر از این که این بحثایی که کردیم بالا، خب آقای نیکبخت هم گفتن که گوش ندیم به صحبتایی که سایبری ها میکنن، ولی واقعا عذاب دهنده است وقتی که شما در کلاب هاوس هستی یا اینکه مصاحبه ها یا اینکه تلویزیون وقتی به اصطلاح برنامه های توی سوشال میدیا میذاره، اون کامنت هایی که زیرش گذاشته میشه، من خودم بعضی موقع ها احساس میکنم که چقدر در واقع مظلوم واقع شدم که ایرانی به دنیا اومدم. میدونید من بعید میدونم از ایرانی ها اینچنین به هموطنان خودشون بد و بیراه بگن و فوش بدن، یعنی احساس شرم میکنن. خب برای من خیلی سنگینه این مسئله که کمم نیست، بسیار زیادم هست و حتی به کسانی که دارن مبارزه میکنن خیلی چیز شدم آقای نیکبخت، دچار سوال برای من به وجود اومده. ما مردمی بودیم که همدیگر دوست داشتیم، به هم کمک میکردیم و من میتونم خیلی داستانها برای شما بگم از خوبی مردممون، و الان امروز وقتی من نگاه میکنم یک کسی بر علیه شما داره بد صحبت میکنه، شما رو دستگیر میکنن، در زندان میذارن، یا اینکه خانمی رو در همدان به خاطر اینکه اعتراض کرده برای آب کتکش میزنن، گشت ارشاد زنی رو از ماشینش میندازه بیرون، این همه نوزاد در کنار خیابان گذاشته میشن، من احساس شرم دارم نسبت به خودم که نمیتونم کاری برای مردمم بکنم. میدونید مسئله اینجاست، وگرنه خب کشورهای دیگه، مردمان دیگه هم با هم مسئله دارن، ولی من استنباطم اینه که در بین ما ایرانی ها این مشکل فرهنگی یه مقدار افراطیه. خیلی ممنون. من از جناب نیکبخت میخواستم که بدون اینکه من خودم بخوام صحبتی رو ادامه بدم راجع به این موضوع، راجع به این موضوع مبارکه اصفهان که شما هم در اونجا هستین، این فولاد مبارکه، مطالبی رو که بینندگان ما بدونن از شما در رجه به اصطلاح از کسی که در محل هست از شما بشنویم. بفرمایید. خواهش. بله، ببینید 92 هزار میلیارد تومان در این فولاد مبارکه اموال مردم ایران حیف و میل شده و جالب این که بر میگرده به اشکالات اساسی در این سیستم حکومتی که من برخی از اون رو با توجه به وقت کمی که در اختیار داریم خدمت شما و هموطنان عزیز توضیح میدم. اولا خب مستحضر هستید که سال گذشته در آبان ماه تظاهرات بزرگ اصفهان رو داشتیم در خصوص ضایع کردن همین حقابه زیست محیطی زاینده رود و از طرف دیگه غارت حقابه کشاورزان، و اونجا بارها من در رسانه ها اعلام کردم که این مافیایی وجود داره و اون مافیا آب رو غارت میکنه به قصد اینکه فولاد تولید کنه و بتونه از طریق فروش فولاد سرمایه ملی رو چپاول کنه، و الان خوشحالم که این سند که گرچه در دعوای درون گروهی خود رژیم ولایت فقیه بیرون اومد، اما گواهی است بر اون گفته ها و صحبت ها. ببینید نزدیک به 400 میلیون متر مکعب آب از زاینده رود برای این صنایع فولادی
مصرف میشه که در اصفهان هستند و این در حالی است که حقابه زیست محیطی زاینده رود 180 میلیون متر مکعب است. یعنی اگر 180 میلیون متر مکعب آب در زاینده رود جاری بشه، در طول سال زاینده رود زنده رود خواهد بود، حالان که این میزان آب غصب شده و حتی حقابه کشاورزها هم غصب شده. اینها داده شده به صنعت فولادی که امروز ما می‌بینیم چنین فاجعه‌ای درش داره رخ میده و نماینده گرمسار میگه که این تازه نوک کوه یخ فساده. یعنی اگر بیشتر هم تحقیق و تفحص کنن باز موارد بسیار بسیار گسترده تری رو ما خب قطعا شاهد خواهیم بود. یه سیستمی ولی فقیه در خصوص اقتصاد تعریف کرده، میگه که اقتصاد این در قانون اساسی رژیم هم هست، بخش دولتی، بخش تعاونی و بخش خصوصی. حالا یه بخشی رو آوردن به نام به قول روحانی خصولتی. یعنی خصولتی یعنی چه؟ یعنی دولتی هایی که رفتن اموال دولت رو به یه قیمت خیلی پایینی گرفتن در اون طرحی که به عنوان واگذاری به بخش خصوصی چندین سال پیش اجرا شد و پیرو به اون هم اومدن مردم رو فریب دادن و گفتن حالا ما یه سهام عدالتی به شما میدیم و در عوض اموال دولت رو میدیم به افراد دیگه. خب اینها رفتن و همین کارخونه هایی که شما میبینید مثل کارخونه فولاد مبارکه و غیره و زالک رو به اسم شرکت های خصوصی ورود کردن. چرا؟ چون وقتی چپاول میکنن اینها بحثش با نفت فرق میکنه. دارایی هایی که اینها دارن در خارج از کشور هم قابل تبادل هست. فولاد رو به قیمت پایین تری در ترکیه میفروشن، ترکیه فولاد ایران رو میگیره. و یه نکته جالب در اونا مردم عزیز ما بدونن که رتبه دهم تولید فولاد شده ایران در جهان و ببینید جز کشورهای کم آبی هستیم. یعنی ایران، مصر، اینا دوتا کشور کم آب هستن، حالا مصر در این رتبه دهم نیست. 30 میلیون تن فولاد سال گذشته تولید شده. ما 600 تا سد در کشور داریم. مجموع آب پشت این سدها میبایستی برای این فولاد مصرف بشه و همین دلیلی است که امروز در همدان آب نداریم، در شهر کرد با بحران آب مواجهیم، در اصفهان زاینده رود نداریم، به دریاچه ارومیه خوش شده. یک کشور خشکی که ما داریم چگونه باید 30 میلیون تن فولاد تولید کنه و بخش اعظم این رو صادر کنه و این چپاول بشه؟ این کار یه منشه ای داره، اون اینه که من هیچ کدوم از مدیران فولاد یا مسئولین افرادی که رفتن پول گرفتن اینا رو اینجا الان نمیخوام به غیر از تعدادی که اسم میبرم که اونها مدعی بودن مورد مؤاخذه قرار بدم، اما میخوام عرض کنم که ماهی از سر گنده گردد نیز دم. بلی فقیه فاسد هست که یه چنین فسادهایی رو ما شاهد هستیم. بارها هم اومده گفته کشش ندید. یعنی وقتی اختلاس 3000 میلیارد تومانی شد که الان خاوری اونجا در کانادا مشغول عیش و نوش هست از محل چپاول اموال مردم ایران، ایشون اومد گفت کشش ندید، الان هم میگه کشش ندید و میگه من آسایش خاطر دارم. بله ایشون آسایش خاطر داره و علت اصلیش این هست که مأموریتش چپاول ثروت‌های مردم ایران هست و به این کار اهتمام جدی داره. متاسفانه شما ببینید این حجم از اختلاس شده و یه چند تا نکته درش واقعا تاسف‌باره. چند وقت پیش شنیدیم که در زندان اوین حکم قطع دست اجرا شد، قطع دست دزدی که رفته حالا اموال خیلی کمی رو سرقت کرده ولی به قول خودشون مشمول حد شده بر اساس اون قوانینی که من درآوردی که اینها دارند، مشمول حد شده و حد زدن. امروز 150 میلیارد تومان فقط صرف کرده این شرکت فولاد مبارکه، به اکانت‌ها داده، به رسانه‌ها داده که اونها برن تبلیغ کنن که نه این آب کمتری مصرف میکنه، اصلا اینقدر آب مصرف نمیکنه. و همین ها بودن که هزینه سرکوب در اصفهان رو دادن تا به مردم به هر حال اجحاف بشه، حق مردم پایمال بشه و همچنان دارن این وضعیت رو ادامه میدن. و باز بسیار بسیار جای تأسف هستش که افرادی مثل عطریانفر، اینها داره افشا میشه که مثلا عطریانفر در یک قرم 4 میلیارد
از این شرکت گرفته و همین ادریانفر کسی بود که در سال 88 خب در تیم موسوی بودن به همراه ابتهی، اینها رو گرفته بودن. اون زمان من داخل زندان بودم، از زندان منم به عنوان یکی از سران فتنه بردن داخل الفتا و بازجویی که حالا امیدوارم اینجا بشنوه این مصاحبه رو، اونجا به من گفت که این دو ادریانفر و ابتهی اومده بودن اعتراف تلویزیونی کرده بودن، به من میگفت تو که دیگه گنده تر از ادریانفر و ابتهی نیستی و اونا رو ما آوردیم پشت تلویزیون. خب جناب بازجو، من یک ریال از بیت المال رو حیف و میل نکردم، متاسفانه اینها دستشون در خون ملت است، در کاسه‌ای که از خون ملت هست اینها دست داشتن. آیا ادریانفر و آیا ابتهی من قسم میخورم حتی یک کشیده نخوردن، ولی اومدن به شعور یه ملت توهین کردن، ایستادن در جلوی تلویزیون و اون حرفا رو زدن به نفع ولی فقیه و باز برای تحکیم رژیم. و امروز آیا ادریانفر میگه که به هر قیمتی ما باید در همین انتصابات و که اون اسمش رو گذاشته انتخابات ولی فقیه شرکت کنیم. اینها واقعا در داور جناب آقای افشینجان و مردم اینجا در اصفهان شوکه نشدن، چون این انواع و اقسام اختلاس ها روزانه داره اینجا به وقوع میپیونده. اما با یه سوال بزرگ روبرو هستیم و اونم اینه که ما چه زمانی میتونیم خلاص بشیم از شر این اختلاس ها و این چپاول غارت ثروت ملی؟ و پاسخ این است که تا زمانی که ولی فقیه داشته باشیم قطعا ما اختلاس داریم، چون ولی به ما حکم میکنه که ما تکلیف به اطاعت داریم و نباید دنبال حق بریم و ما نمیتونیم بریم مطالبه کنیم که چی شد، سرمایه های ما چگونه برباد رفت، مادامی که بخوایم بپذیریم که ولی فقیه داشته باشیم. بله خیلی ممنون. من دو تا مطلب خیلی کوتاه و سریع میرم که برسم به خانم دکتر حسینی و اونی که در این گزارشی که اومده دو تا موضوع خیلی مهم، یکی این که این از مجلس اومده تحقیق و تفحص و در حقیقت اونجا حراست اینو دیده قبل از اینکه بیاد بیرون، بنابراین یک دستهای اون پشت کارهای داره میکنه که ما هنوز نمیدونیم ولی خواهیم دونست، بنابراین اینا به هیچ وجه حاضر نیستن این مطالب رو بدن بیرون. قسمت دوم در اون لیستی که اومده که حالا 236 رسانه بهشون پول دادن یا امام جمعه ها گرفتن، سرداران گرفتن، نمیدونم به کسانی که در توییتر و فیسبوک کار میکنن پول دادن یا کارهای دیگه، نکته ای که مهم است اینجا اون شما راجب صادرات صحبت کردین، در اون لیست اسم صادر کننده و کسی که این کارها رو کرده فقط با اول اسمش گذاشته شده، یعنی مثلا حسین و مثلا نوشته اچ یا یا مثلا عبدالله یا نوشته این، یعنی این پول ها که رفته با رقم های نجومی که رفته بر نگشته، یا اگرم برگشته به مردم دو مرتبه به 30,000 تومان 25,000 تومان 30,000 تومان هر چقدر هست به مردم دو مرتبه فروختن. اصلا یک عجیبه عجیب عجیبه، نمیتونم چجوری، به خاطر که وقتم کم هست میخوام به دکتر حسینی برسم. خانم دکتر حسینی، ما دو دقیقه فرصت داریم، شما میخواین یه جنبندی از این صحبتهای ما جناب نیکبخت بکنین که امروز رو ببندیم و امیدوارم که باز هم در خدمتون باشیم. مرسی. ببینید ما با یک حکومت اختلاسگر و راندخار و دزد مواجه هستیم. تمام این صحبت هایی که آقای نیکبخت کردن در موارد دیگه هم بوده، ما از یاد نمیبریم مسئله صندوق فرهنگیان رو، یا اینکه بابک زنجانی رو، یا خاوری که خب در کانادا است. میدونید دو تا مسئله میخوام بهش اشاره بکنم، یکی مشکلاتی که ما در داخل داریم و یکی حمایت هایی که در کشورهای غربی از همین حکومت اسلامی میشه. از یک طرف پولهای ایران بیرون آورده میشه از طریق بابک زنجانی و خاوری، از طرف دیگه هم ما مواجه هستیم با افرادی مثل عطاالله مهاجرانی، در لندن خونه داره، زندگی داره، کار نمیکنه، ولی به عنوان نماینده غیر رسمی بخشی از حکومتی ها در اینجا داره تبلیغات میکنه برای جمهوری اسلامی و حتما خبر دارید با توجه به توییتی که زد و دفاع کرد از ضارب سلمان رشدی. من میخواستم حتما اینو امروز در اینجا اعلام بکنم که ایرانی هایی که در لندن هستن بسیار مصرانه به دنبال این مسئله هستن که مهاجرانی رو به دادگاه ببرن
و پرونده براش تشکیل شده، تمام اون صحبتایی که داشته، توییتی که فرستاده، و خب میدونید یه عده ایرانی ها دم خونش رفتن، الان پلیس دور بر خونش هست و خودش دوست داره برگرده ایران، ولی خب ما خواستار این هستیم که مهاجرانی در لندن محاکمه بشه به دلیل اینکه شریک جرم هست، به دلیل اینکه دفاع کرده از فتوا. حالا چرا این مسئله رو مطرح کردم؟ انتقاد دارم به کشورهای غربی با توجه به اینکه جمهوری اسلامی این همه فساد، این همه به اصطلاح اختلاس درونشون هست و افراد خودشون رو به خارج از کشور میفرستن، به خصوص در کانادا این همه پول میارن چشمشون رو میبندن، مهاجرانی میاد اینجا چشمشون رو میبندن. یعنی ما هم در داخل مردم ایران، هم در داخل مظلوم واقع شدن و هم در خارج از کشور مظلوم واقع شدن. و من امیدوارم که ایرانی ها تکون بخورن و این صحبت آقای نیکبخت رو گوش بدن. ما تا کی باید احساس شرم بکنیم از اینکه نمیتونیم کشورمون رو درست بکنیم؟ همه این مسائل زیر دست ولی فقیه و ولی فقیه باید کنار بره، حکومت اسلامی درش براندازی صورت بگیره تا بلکه مردم ایران به یک زندگی مناسب تری برسن که حقشون هست. بله، خیلی ممنون که به موقع تموم کردین صحبتتون رو خانم دکتر. جناب نیکبخت، فرصت دیگه نداریم. من خواستم که از شما با اینکه زمان 8 ساعت و نیم یعنی اختلاف زمان داریم، خیلی دیر وقته در ایران، از خانم دکتر حسینی سپاسگزار باشم، از شما همینطور که باز هم به برنامه ما آمدین هر دو عزیزان، و امیدوارم که باز هم صحبت بسیار زیاد هست، من نیاز دارم شما باز هم شرکت بکنید و مطالبتون، دانشتون و آگاهیتون رو به هموطنان ما گزارش بدید. خیلی ممنونم، باز هم سپاسگزارم. روز و شبتون بخیر. سپاسگزارم.